من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گرامی. نمیدونم صدای منو خوب دارین یا نه، چون خانم مجری فکر میکنم صداشون خیلی واضح نبود برای خود من. خب بسیار گویا صدا هستش. خب من خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتون هستم. امیدوارم برنامه سمینارهای زمستانه در این چند روزی که خلاص مهمان دانشگاه شریف بودید براتون بهره خوب و کافی داشته باشه و انشالله که این برنامه ها ادامه دار باشه. من بیشتر از این بابت خدمتون رسیدم که اولا یه خسته نباشید بگم به همه شما، مخصوصا به دوستانی که زحمت کشیدن و این برنامه رو برگزار کردن، یه نهمین دوره سمینارهای زمستانه رو، و واقعش جای همچین رویدادهایی در کشور ما خب خیلی مدت خالی بود و رویداد به نظرم در زمینه مهندسی و علوم کامپیوتر یکی از حالا رویدادهای نسبتاً کم نظیر در این حوزه در سالهای اخیر بوده. من خاطرم هست حدوداً 9 سال پیش ایده شروع این کار رو به اصطلاح، البته در فرمت‌های یه مقدار به اصطلاح مختصرتر این رو داشتیم و بیشتر در زمینه تئوری. دوستانی که تشریف می آوردن بیشتر در تعطیلات کریسمس به ایران خب تاک هایی رو داخل دانشکده میذاشتم و خیلی به اصطلاح کارگاه های خوبی بود. این ایده رو من الان مرور میکردم از ایمیل هام رو خانم مهابادی، سپید مهابادی که از فارغ التحصیل خوبمون بودن در دانشگاه MIT ادامه تحصیل دادن، الان آگست 2015 ایمیلی رو که ایشون به من فرستادن داشتم مرور میکردم. اتفاقا اون زمان ایشون با ایده این که ما کارگاه آموزشی یک یا دو روزه داشته باشیم رو مطرح کردن و بیشتر اهدافم حول و حوش این بود که ما هم دانشجوامون رو بتونیم آشنا کنیم با رشته ها و گرایش های مختلف و همین که اون ارتباط دانشجویان شریف یا دانشجویان ایران رو به طور کل برقرار کنیم، چون یکی از نقاط ضعفی که الان شاید در کشور ما به نوعی محسوس هست اون سخت بودن ارتباطات بین المللی هست و اینکه حضور در کنفرانس خارجی خب میتونه خیلی موانع متعددی داشته باشه برای کسانی که در ایران حضور دارن و این مجموعه سمینارها و کنفرانسایی که در این چند روز بالاخره در قالب این سمینارهای زمستانه ارائه میشه میتونه اون خلل رو تا حدی دیگه پر کنه و بالاخره نقطه شروع خوبی هست و همین که حالا ممکنه که سری ریسرچ هم بالاخره در خلال این سمینارها بتونه شکل بگیره. من به هر حال خیلی ممنونم از همه دوستانی که هم برگزار کننده این رویداد بودن، هم دوستانی که زحمت کشیدن و ارائه کننده بودن و اون تجربیاتشون رو با دوستان دیگرشون در ایران به اشتراک گذاشتن. خسته نباشید میگم به همه، ان شاءالله که بتونه این رویداد سالهای سال ادامه داشته باشه. من در خدمتتون هستم اگه در ادامه برنامه، خیلی نمیخوام الان مصدعه باشم، اگر نکته ای بود من در خدمتتون خواهم در ادامه. مجددا تشکر میکنم از همه دوستان، به ویژه دوستان خوب گروه انجمن علمی و دوستانی که مشخصا برگزار کننده دری و مجری هستند، به همه دوستان ارائه کننده خیلی ممنون از شما. ممنون جناب ضروبی زاده از حضورتون و صحبت هاتون، باز هم تشکر میکنم. ممنون.
خب من فکر میکنم که اول صحبت هام یه مقدار صدا ضعیف بود، عذرخواهی میکنم و امیدوارم که الان صدام خوب باشه. اولش چیزی که گفتم این بود که یک لینک گوگل فرمی گذاشتیم توی چت باکس که اگه روزهای حضوری یا از طریق اکانت پشتیبانی نتونستید سوالاتون رو بپرسید از طریق این فرم سوالاتون رو ارسال کنید و آخر اختتامیه یه پرسش پاسخ کوتاهی تا اونجایی که وقت داشته باشیم با نایب دبیرها انجام میدیم و تا اونجایی که بشه سوالا رو منتقل میکنیم تا جواب بدن. دو روز اول رویداد که حضوری بود یه سری دوستان عکاس داشتیم که چه داخل سالن چه بیرون از سالن لحظاتی رو ثبت کردن. یه کلیپ کوتاه با هم ببینیم از این عکس هایی که بچه ها گرفت. خب این هم لحظات و خاطراتی بود که ثبت شد و یک کلیپ کوتاهی با هم دیدیم. بعد از اون سراغ نایب دبیرای رویداد میریم و ازشون میخوایم که گزارش کوتاهی از نهمین دوره از رویداد WSS رو بهمون بگن و بعدش هم به عنوان آخرین بخش اختتامیه
از هم خسته نباشید، خوشحال بودیم که همراهتون بودیم. من امیرسلام هم در کنار علی جعفری اومدیم تا چند سوالا رو جواب بدیم و یه آماری هم از رویداد بدیم. اولین که صدامون هست خوب؟ اگه هستش یه ریاکشنی بدین که بدون. مرسی. خب امسال همونطور که الان توی افتاییم یه کوتاه ذکر شد، ما یه سری کارگاه داشتیم قبل خود رویداد اصلی. سه تا کارگاه داشتیم، ML, LLM و IoT، که ثبت نامی خوبی هم داشتیم واسه امسال. اولین سالی بود که کارگاه کلان اجرا می شد قبل خود رویداد و جمعا این کارگاه نزدیک به 400-500 نفر ثبت نامی داشتن جدا از خود حالا رویداد. از اون طرف رویداد داشتیم که امسال حدود 1300-400 نفر به صورت کلی ثبت نام کردن و نزدیک 650 نفر به صورت حضوری اومدن. در دو روزی که رویداد حضوری بود تقریبا سالن پر شده بود، حالا تصاویرش هم دیدیم. این آمار امسال بود که خب خیلی از جهات از سالهای پیش رکورد شکست آمار. مرسی از شما. و شاید براتون جالب باشه، ما گفتیم که تو این حالا اختتامیه چی میتونیم بگیم، گفتیم شاید براتون جالب باشه که بدونید حالا این رویداد که حالا به صورت کلی دانشجویه و نهمین دورش داره برگزار میشه، هر سال که میگذره یه سری تجربه هایی کسب میشه و امسال هم دوست داشتیم توضیح بدیم بهتون که تیم بندی ما چجوری بوده، کلا چی شده که چنین رویدادی بالا اومده، چه تقسیم بندی هایی داشتیم که تونستیم هندل کنیم، چون حالا اسکیل رویداد بزرگه، طبعا ثبت نامیان بالاست، روزه برگزاری بالاست و خب خیلی هم فشرده است دیگه. ما 9 صبح ارائه ها شروع میشد تا 12 شب به میز گرد ختم میشد. و حالا کلا چه تیمایی داشتیم و چی کارا میکردن و گفتیم کوتاه توضیح بدیم، شاید براتون مفید باشه. همین راست میخوای تو با دوستا تیم شروع کن. امسال خیلی حجم کار زیاد بود همونطور که علی گفت و ما بودن از 10 روز قبل رویداد کارگاهامون شروع شده بود و این یه لود خیلی زیادی رو بچه‌ها که دیده می‌شدن و خیلی فکر نمی‌کردن اصلا رویداد هست، ولی واقعا یه سری هر روز میومدن چندین ساعت، مثلا بعضی روزا 6 ساعت بودن پای کار، همه رو هم ضبط کردن، هم اینکه همه هماهنگ باشه، ارادنده باشه. از 10 روز قبلش هر روز میومدن انجام میدادن و خیلی لود سنگین رو بچه‌هامون داشت. یه تشکر می‌کنم از تیم استریم که الان پای کارن، همین الان رویداد تقریبا تمام شده، همه کم کم کارشون تمام شده ولی استیم هنوز هست. به طور کلی ما یه تیم علمی داشتیم که خیلی زحمت کشیدن، حدود امسال قشنگ 3-4 برابر سال گذشته ایمیل زده شد. چرا؟ چون که ریت ریجکتی ها واقعا بالا بود جوی کشور و حالا وضعیتی هست، ریجکتی ها بسیار زیاد بود و استادها خیلی نیومدن، ولی تیم علمی باز نمیش کردم خیلی زحمت کشید. و از اون بر میزه گرد ها واقعا خیلی لودی زیادشون بود. حالا توضیح بدم در مورد تیم علمی چی کار میکرد. هر لحظه از این صدامون یا تصویرمون خوب نیست بگیم، چون اینجا یکم نت ثابتی. تیم علمی کاری که میگه کلن افرادی که شما میبینید اومدن ارائه دادن، ارائه دهنده ها از حالات کل جهان بخش بودن دیگه تو فیلدهای مختلف. ما بچه های دانشگاه که حالا خودشون توی فیلدهای مختلف کار میکردن و تخصص داشتن و میشناختن از اون فیلد، جلسه میذاشتن، یه سری آدم ها انتخاب میشدن، دونه دونه هر کدوم بررسی میشدن، هر کسی که به نظر سابقه و رزومه بهتری داشت اولویت قرار داده میشد. بعد حالا میرفتن طبق یه سری برنامه ها از خیلی مدت قبل ایمیل میدادن. اوکی، آره یکم اینجا نت نوسان داره، حس میکنم هی خوب شه هی مشکل پیدا شه. اگه حالا صدامون هست ادامه بدیم. کافیه صدامون هست که اوکیه. مرسی. بعد تیم علمی شروع میکرد ایمیل زدن به این افراد و خب ما بعد این تا ایمیل زدیم، یه ایمیل زدیم اولشون توضیح بدیم به صورت کلی روی داد چیه، بعد تایم رو باشون ست کنیم و خب حالا هم تا که امرسان هم گفت به دلیل مسائلی که داریم ریجکتی ها یکم زیاد بود امسال و شما فرض کنین الان مثلا حدود 30 تا ارائه داشتیم امسال، درسته؟ 39. آره 39 تا ارائه داشتیم امسال، مثلا بالغ و تعداد بالغ خوب ایمیل زدیم تا بتونیم استادایی که واقعا دوست داریم بیان انتخاب بشن. تیم بعدی رو میخوایی بگو امرسان؟
یه تشکر خیلی زیاد بکنم از تیم فنی که واقعا امسال از دید مخاطب واقعا دیده نمیشد، ولی کل سایت رو از اول زدن. چرا بعد چند سال؟ بعد 8 سال. بعد 8 دوره. چرا؟ چون مثلا دوره قبل حالا هر یه دوره جدیدی میاد میگفت حالا امسال یه میزگرد هم داشته باشیم، و واقعا دوره زیادی بود که این سایت از اول بالا بیارن، و امیدوارم که رابطه کاربری خوبی هم باش تجربه کرده باشید. آره، یعنی ما امسال کلن تیم بک‌اند و فرانتمون جدا بود و حالا همونطور که مثلا گفت از صفر بالا آوردن. یه تیم دیگه داشتیم که کلن ما الان بچه‌های برای این رویداد مثلا 4-5 ماه پیش شروع کردن، کارهای اولیه شروع شده، یه مدت طولانیه که حالا تو 4 روز خلاصه شده. یکی از تیم‌ها که زودتر از همه کارش شروع کرد تیم اسپانسرشیپ بود، که حالا این اسپانسرایی که داشتیم امسال کافه بازار، دیوار، رمزینکس و ایرانسل و کوئرا بودن. یه تعداد خوبی شرکت دیگه هم می‌خواستن که حالا ما صحبتی که باشون داشتیم به این 5 تا شرکت رسیدیم، و خیلی حالا خود این پروسه که اسپانسر پیدا کنی و متقاعدش کنی برای رویداد پروسه زمانبر و وقتگیریه. آره، و خب امسال تو اسپانسرشیپ هم رکورد شکستیم فکر می‌کنم. آره، علاوه بر تعداد اسپانسر و اینا و خب بازم آره، همین که حالا شرکت‌ها اعتماد می‌کنن به WSS این خودش جای تقدیر. تیم بعدی رو میخوای بگم مرسن؟ در مورد تیم مارکتینگ، از اونجایی که باز ما در سری فنی واقعا زیاد بود و کار سنگین بود، تیم مارکتینگ مجبور شد که کار دیتر شروع کنه، و توی بازه خیلی کم تونست یه واقعا یه خیلی زیاد تبلیغات گسترده انجام بده و به همراه سوشال و کار رو در بیارن. و مثلا اگه مثلا به ممبرهای چند نگاه کنیم به عنوان سایت این آمار، ما قبل از شروع تبلیغات بود 2600 اینا بود، الان بالای 4000 تاست. درسته، و حالا احتمالا خودتونم طبعا از جایی که ثبت نام کردین دیدین دیگه، ما تو انجمن علمی های متفاوت حتی بنر سایت کوئرا اگه آشنا باشین مدت یه هفته تبلیغ WSS بود، و SMS مارکتینگ داشتیم، مارکتینگ داشتیم، ایمیل مارکتینگ داشتیم، و حالا خب اینم خودش پروسه زمانبریه که یه تیم جدا داشت برای اینکه تبلیغ رویدادو انجام بده. تیم سوشال مدیا رو هم مرسی میخوای توضیح کلی رو بدیم. تیم سوشالمون امسال واقعا اول کار که شروع کردن یه خورده تجربه کار بزرگ نشتن، ولی واقعا خوب کار در آوردن. واقعا هم واقعا زمان گذاشتن، یعنی یه زمان خیلی زیادی از مدت خیلی زیادی، مثلا دو ماه قبل رویداد یه روز خیلی عظیمی رو گذاشتن، و با توجه به اینکه تیمشون هم اونقدر نفر زیادی نداشت، ولی خیلی خوب تونستن کار رو انجام بدن. تمام محتوایی که شما توی کانال میبینید، پوسترها، تایملاین ها، همین قبل از اینکه رویداد شروع بشه متنش مینویسه، معرفی اساتید، محتواهایی که تو سایت قرار داده شده، لینکدین، کلا شبکه اجتماعی مختلف رویداد و این تیم درخونه راهی و پوستر و کلا تولید محتوا و متن کپشن و همه اینا کار تیم سوشال و مدیا بود. یه تیمی هم داشتیم که حالا بیشتر توی روزای رویداد کارشو دیدین، تیم اجرایی بود که کلا از فرآیند پذیرش که شما وارد سالن می‌شدین، دانشکده که پذیرش مونه که حالا حضور اومدن در جریان لابی دانشکده، فرآیند پذیرش رو داشتیم، بعد شما وارد سالن می‌شدین پذیرایی بود، و حالا کارهای بنرایی که تو سطح دانشکده نصب شده، تیشرت یکسانی که همه استفا تنشون بود، همه اینا کار اجرایی تیم اجرایی ما بود، که حالا خود تیم اجرایی چند دسته تقسیم شدن که حالا کار مختلف انجام میدادن. یه تیمی هم که حالا همونطور که گفتم سال اول سال بود که ورکشاپ ها و کارگاه ها قبل از خود رویداد انجام میشد، یه تیمی هم داشتیم برای هندل کردن ورکشاپ ها که حالا پیگیری و جلسات و اینا رو هماهنگی میکردن، و اینکه حالا بتونه ورکشاپ ها تا قبل رویداد، شب رویداد ما آخرین ورکشاپ هللم هم داشتیم. و در نهایت هم یه تیم انسانی داشتیم که خب طبعا وقتی یه رویدادی بزرگ میشه تعداد استفا میره بالا، و ما الان نزدیک به 80 نفر استاف داشتیم توی این رویداد، و خب طبعا میشه یه استارتاپ متوسط حتی کوچیک هم نمیشه، و خب هندل کردن خود روابط بین افراد توی این تیم
خودش یه مسئله ایه و ما یه تیم انسانی داشت صرفا به خود استفا برسه و خب نهار و شام داشتیم برای استفا و برنامه های متنوعی که داشتیم که به استفا هم خوش بگذره و بتونن ایزه داشته باشن و برای رویداد وقت بذارن. واقعا شما تاثیر مستقیم این تیم رو ندیدید ولی خیلی در کیفیت رویداد واقعا اثر داشت. درست درست. و حالا کمیته ای هم داشتیم که ترکیبی از دبیر و نائب دبیرا بود که حالا با هماهنگ بودن و با بقیه تیم‌ها جلسات می‌ذاشتیم بتونیم که تیم‌ها هماهنگی بین بقیه تیم‌ها رو انجام میدادیم. و حالا این ساختار کلی تیم‌ها بود که گفتم شاید واسهتون جالب باشه به عنوان کار دانشجویی. اما صحبت دیگه‌ای میمونه امیرحسین؟ اگه نکته خاصی نیست که بریم سوال پرسش پاسخ. آره اگه در مورد خود ساختار رویداد واسه تون نکته جالبه چجوری مثلا هندل کردن اتفاقا میتونید بپرسین. حالا هم تو فرم هست هم تو فرم فکر کنم پرسیدین. ما قده بچه ها سوالی دارن آیا پرسیدن در مورد رویداد؟ خب امیدوارم صدا و تصویر من باشه. بله من الان سوالایی که هست رو بهتون میگم. یکی راجع به این پرسیدن که سرتیفیکیت آره سرتیفیکیت به زودی در تو پنل در لحظه‌تون قرار خواهد گرفت و ایمیل هم زده خواهد شد. برای هر کارگاه مجزا و برای رویدادن مجزا سرتیفیکیت حضور در رویداد سعی داریم بتونیم. راجب اجزا هم پرسیدن که از چه طریق به دست شما رسید. به زودی به زودی یه کانال اجزا زده میشه و میذاریم دیگه شو برای اینکه بتونید بیاید ببینید. توی کانال یه اجزا دست جمعی داشتیم که اونایی که حالا حضوری بیدن جلوی دانشکده این عکسو گرفتیم اونو حالا احتمالاً امشب رو کانال میره. ولی بقیه عکسا یه کانال عمومی قرار میدیم و اونجا بازگذاری میکنیم تا بهش دسترسی داشته باشیم. سوالی هست؟ درست. یه سوال دیگه که حالا هم توی فرم پرسیده بودن هم توی چت باکس گفتن اینه که فیلم های ضبط شده ارائه ها برای کسی که ثبت نام کرده بودن آیا قرار میگیره و اگه میگیره به چه طریق؟ بله آره فیلم ها اساتیدی که حالا قبول کرده بودن که اجازه داده بودن فیلم هاشون ضبط بشه ضبط شده یا کیفیت و فهم آیده من آلمانی بگم صدا تو ببن فکرم صدا برم کرد و حالا نحوه قرارگیری ما داریم یکم فکر میکنیم که چه بستری میتونه مناسب ترین بستر باشه برای قرار دادن. احتمالا خیلی زود قرار گرفته نمیشه چون یکم ادیت نیاز داره و سری اجازه باید گرفته بشه ولی سعی میکنیم زودترین حالت ممکن ایمیل جایی که حالا قرار گرفته رو برای شرکت کننده ارسال کنیم. مرسی از توضیحاتتون. یه مورد دیگه ای هم که بچه ها چند نفر پرسیده بودن این بود که اگه از دانشگاه دیگه غیر از شریف باشن امکان استف شدن تو دوره های بعدی وجود داره یا نه؟ دیگه بستگی به نیازها و مهارت و انگیزه ها و وقتی که افراد میتونن بذارن داره. ما گارد خاصی نخواهیم داشت برای دوره بعد ولی خب میدونم دست ما هم نخواهد بود. دیگه بستگی به هم نیازها و انگیزه ها خواهد داشت. من میتونم کوتاه بدم کلا شاید بعضی ندونن استاف یعنی چی. به اون افرادی که برگزار میکنن به ماها و تیمایی که برگزار میکنن رویداد ما میگیم استاف تو دانشگاه و اینطوری هم هست که وسس کلا آره چیزی که داره یکی از دانشگاه های دیگه حتی امسال هم داشتیم مثلا هد مارکتینگ ما از دانشگاه دیگه بود شریفی نبود و خیلی از بچهای دیگه هم بودن جدادی بودن. بسس معمولا این کار رو انجام میده ولی خب تعدادش کمتری یکم ولی چرا امکانش هست به صورت کلی. حالا بستگی این که دقیقا انتخاب بشن یعنی بستگی به برگزار کنندگان سال داره ولی نه اون بازه بر همه دانشگاه ها میتونن اقدام به پر کردن فرم استف بکنن تا ببینن حالا انتخاب میشن.
سوال دیگه تو فرم نبود، باز هم اگه سوال جا افتاده یا هرچی میتونید از طریق اکانت مقد شدیم. یا بکنم صدای ما رو دارین؟ آها مرسی. آره اگه سوال دیگه مونده میتونید از اکانت پشتیبانی رویداد بپرسید. اگرم آره سوال دیگه ای که الان میخوای بپرسین تو چت به این ما جواب میدیم. گفتم شرکت کننده ها یعنی افرادی که ثبت نام کردن سرتیفیکیت شرکت کردن در کارگاه ها به صورت جدا و خود رویداد رو تو پنل میذاریم و بهشون ایمیل میکنیم. حالا زمانش هم ما تشکر میریم مثلا تا انتهای هفته، انتهای این هفته برسه، ولی خب یه کار خیلی بچه ها خستند از دود رویداد. آره یکم پروسه حالا کلا سرتیفیکیت رو به قرار شد الان تو گرمرسن گفت به شرکت تمام شرکت کننده داده میشه، ولی ما سعی داریم که بتونیم امضای رئیس دانشکده دکتر ضربی زاده که صحبت هم کردن ابتدای جلسه رو داشته باشیم. برای همین این پروسه ممکنه یکم زمان بر باشه و ما سعی می‌کنیم که زودتر از ممکن به دستتون برسه. از طرف شما اقدام لازم نیست، اگه ثبت کردین تو سایت و حالا پردینی سنامتون نهایی شده به لیست قرار میگیرین و براتون ارسال میشه. اما سعی داشتیم چون راه ها ادامه داره هنوز امشب خیلی اقدامی طولانی نشه، بیشتر حالا یه بستری باشه که بتونیم به سوال شما جواب بدیم. اگه بازم حالا سوالی هست ما یه ذره دیگه وای میسیم، اگه نمیتونیم حتی جلسه رو ختم کنیم. پرسیدن که امکانش هست سرتیفیکیت به صورت پی دی اف روی سایت چطور میبینین دیگه احتمالا قرار بگیره، چون اینجوری میشه توی لینکدین قرار داشت داخل صدای نامانکس. آره ما سعیمون اینه که بتونیم یه بستری که استلام بشه ازش گرفت حالا یا تو سایت بشه قرار بدیم. تلاشمون اینه این کار رو بکنیم، نمیتونیم قول بدیم ولی تلاشمون اینه که این کار رو مثلا انجام بدیم. آره بعد حالا جدا از سوال، اگه انتقادی پیشنهادی برای برای بعد هر چیزی بود بگید باید باشید. آره فرم حالا نظرسنجی به صورت کلی که بتونید، ما بعد هر ارائه نظرسنجی میکردیم ولی یه فرمی هم که به صورت کلی بتونید نظرتون ما بگیم و خیلی هم مفیده. یعنی ما مثلا امسال که رویداد رو اومدیم برگزار کنیم نظرات سالهای پیش و جلسات متعدد گذاشتیم با دبیرها و دبیرهای سالهای پیش تا بتونیم انتقال تجربه کنیم. امسال هم اینطوری خواهد بود برای سالهای بعد و اون فرم حالا امشب بچه‌ها توی کانال میذارن که حتما هم ممنون میشیم بتونید وقت بذاریم و پر کنیم. خواهش میکنم. مرسی از شما. اگه سوال دیگه ای نیست به نظر سوال دیگه ندارید و حالا باز گفتم نسبت به انتقاد پیشنهادات باز و راحت میتونید باشید. واقعا کمک کننده است این نظراتتون و به صورت جدی میتونه رو کیفیت دوره بعد با هم تاثیر خیلی زیاد داشته باشه. حتی شما اگه سوالی یکی پرسیده گفته اگه حضوری ثبت نام کرده باشیم از حضوری بیان میتونه پکیج رو بگیره.
راستیتش ما حالا فکر نکنم امکانشو داشته باشیم چنین چیزی رو. آره، یعنی ما حالا بر اساس افرادی که اومدن پکی که دادیم به حالا افراد حضوری رو پخش کردیم، ولی بازم شما با پشتیبانی در ارتباط باشین. من بعید میدونم، یعنی میدونم، یعنی چون احتمالاً بر اساس اون پیشبینی که اومدن خریداری شده و حالا یکم کم و بیش، شما با پشتیبانی کانال آیدی پشتیبانی در ارتباط باشین. اگه امکانش باشه به دستتون میرسونیم، ولی فکر نکنم خیلی امکانش باشه. یه چیزی که من فکر کنم در جایی از رویداد گفته نشد، تو افتتاحیه اشاره شد ولی خب فکر کنم جایی به صورت مستقیم گفته نشد، تو پک های امسال یه دونه ای تعمیم دادا بود که حالا کسایی که حضور گرفتن دقت کرده باشن، یه دونه بود که اینا رو بعد منفشه حالا اون تشمیش میشه کنست، میشه کاشت و یه درخت شدید. آره دیگه، یه درخت بشه برای آینده که اثر گذار بشه و خیلی خوشحال میشیم اگه از اون تعمیم داده استفاده کنید. من حالا تا بازم اگه سوالی میاد جواب بدیم، الان که اختتامی تموم بشه بازم هنوز رویداد تموم نشده و ساعت 7 تا 8:30 دو تا ارائه داریم به صورت موازی، خانم جباروند و خانم سلطان آقایی ساعت 7 تا 8:30 ارائه دارن که حالا از تو پنلتون افرادی که ثبت نام کردن میتونید ببینید، و ساعت 8:30 تا 9:30 هم بازم دو تا ارائه موازی داریم که دیگه ارائه های آخر نهمین دوره WSS خواهند بود و با ارائه 8:30 تا 9:30 امشب پرونده امسال رویداد هم بسته میشه و حالا دیگه سه تا میزگرد امشب نداریم. آخرین ارائه 8:30 تا 9:30، 4 تا میزگرد 3 روز قبلی بود. آره، یعنی دو تا تایم اسلات دیگه هست، حتما موضوعاتشون هم خیلی جذابه، پیشنهاد میکنم که از طریق پنلتون مشاهده کنید. اگه بازم سوالی هست به حد یکی دو دقیقه خیلی وقتتون رو نگیریم، اگه نه که میتونیم جلسه رو تموم کنیم. سازماندهی تیم و اینا کامل توضیح دادم، ولی اگه بخوام سری بگم اینطوری بود که من یه بار دیگه براتون میگم، یه تیم فنی ما داشتیم که کار سایت و اینا رو انجام میداد، یه تیم مارکتینگ داشتیم که کار تبلیغ بود، یه تیم اجرایی داشتیم که فرآیند حضوری و کلا کارهای پذیرش و اینا با اون بود، تیم سوشال مدیا داشتیم، محتوا، تمام محتوایی که شما تو کانال میدیدین خروجی این تیم بود، تیم علمی داشتیم که پیگیری اساتید و موضوعی که برای هر ارائه می اومدن با این تیم بود، تیم ورکشاپ داشتیم که پیگیری اون کارگاه‌ها که قبل رویداد برگزار شد باهاش بود، تیم اسپانسرشیپ داشتیم که اسپانسرامون رو هندل کردن و تیم انسانی داشتیم که حواسش به استاف بود. بله، حالا بستری که راه‌ها قرار بگیرن اطلاع رسانی می‌کنیم بهتون، ولی تمام محتواهایی که پخش شد و اخذ شد و اراده هنده رزرو داده که ضبط بشه قرار می‌گیره تو حالا بستری که اطلاع رسانی میشه بهتون. اگه سوالی هست در مورد کلا چیزایی که تو حضوری گفتن، بعضی از مثلا میسر میزه یه یادمه دکتر جوزف بودن والا هم یه گفتن چیزی میذارن کانال، اینا رو ما پیگیرش هستیم ولی یعنی دنبالشیم، خیلی دسترسی ها باید دوباره بهشون ارتباط برقرار کنیم و ازشون بگیریم، و اگر چیز خاصی هست که خیلی ما سعی میکنیم بذاریم زودترین موقع، اما اگر چیز خاصی هست که دنبالش هستیم به پشتیبانی کانال بگیم، بازم پیگیری زودتر واسه تون انجام میدیم. خب من فکر کنم دیگه سوالی نمونده. خیلی ممنون، مرسی که بودین و شرکت کردین تو نهمین دوره امسال، امیدوارم که سال آینده و وسط بعدی هم ببینیمتون. پایان اختتامیه نهمین دوره بسیار هنوز ارائه داریم. آره، یه سوال دیگه هم پرسیدن، خیلی اصلاحی دارن اکسید نیکل آوری داشتن درستان قرار میگیرن.
اسلاید ها یکم با ارادنده صحبت میکنیم. آره میتونیم چنین امکانی رو بذاریم. آره بعد با ارادنده میتونیم بگیریم. این ارتباط چک بگیریم. آره یکم ممکنه زمان بر باشه. یه سری از اساتید ممکنه نخوان. حالا اختیار بذارم. عمدتاً احتمالاً میخوان. ولی ما سعی میکنیم همراه با فیلم هایی که حالا ضبط شده اسلاید هم در اختیارتون قرار بدیم. خب فکر کنم دیگه سوالی نباشه. خسته نباشین. فعلا. خوش.